روز دوشنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا برای گفتگو پیرامون عمدتاً بحران اوکراین در لوکزامبورگ گرد هم آمدند. در دستور جلسه طرح صلح پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین قرار دارد. کاترین اشتون مسئول اداره خارجه اتحادیه اروپا پس از این گرد همایی گفت: کلیه وزرا از این طرح به عنوان فرصتی برای کاهش تشنج حمایت کرده و از تمام طرفین درگیر خواستند ضمن مراعات مقررات آتش‌بس شرایطی ایجاد کنند که طرح صلح عملی شود. ما البته از روسیه خواسته ایم از این طرح حمایت کرده و از نفوذش برای به اجرا گذاشتن آن استفاده کند. پاولو کلیمکین وزیر خارجه اوکراین به ایرونیوز گفت اوکراین در نظر دارد ظرف 10 سال آینده به عضویت اتحادیه اروپا در بیاید، اما افزود کشورش قصد ندارد به سازمان آتلانتیک شمالی ناتو بپیوندد. روز جمعه اوکراین قرارداد بازرگانی آزاد با اتحادیه اروپا را در بروکسل امضا خواهد کرد. جیمز فرینی گزارشگر ایرونیوز با او به گفتگو نشسته است. به موضوع عضویت بالقوه اوکراین در اتحادیه اروپا و ناتو برگردیم. این را برای من روشن کنید، آیا به اتحادیه اروپا و ناتو خواهید پیوست؟ موضع ما در این مورد کاملا روشن است. نخست آنکه این یک مصالحه نیست که اوکراین به عضویت اتحادیه اروپا در بیاید. اوکراین یک کشور اروپایی و دموکراتیک است. این خواست و نظر سیاسی و اجتماعی ماست که اوکراین به اتحادیه اروپا بپیوندد، اما عضویت در ناتو در دستور جلسه ما نیست و در مورد آن تفاهم وجود ندارد. نمیتوانیم در مورد آن اظهار نظر کنیم، نه در میان مدت و نه در بلند مدت. پس فکر میکنید در چه مرحله‌ای به عضویت کامل اتحادیه اروپا درآیید؟ چرا نه 10 سال دیگر؟ اگر به اعضای جدید مثل لهستان نگاه کنید، دوره آمادگی و مذاکره برای عضویت آنها بیش و کم 10 سال طول کشیده است. در واقع این یک تصور نیست، بلکه خواست است. ما باید چنین اهدافی برای خود قائل شویم. در غیر این صورت این اهداف صورت معجزه به خود خواهند گرفت. ما باید به نظر پیوستن اوکراین به پروژه اروپا به عنوان یک واقعیت بنگریم. این خواست شخصی من هم هست.